سلام عرض می کنم خدمت بینندگان عزیز برنامه سه‌شنبه ها و روانشناسی. امروز 13 فوریه 2018 هست که در خدمتتون هستم با موضوعی که از قبل اعلام کرده بودم. امروز میخوام که راجع به شخصیت های مرزی صحبت کنم، یا اسمی که شاید خیلی بتونه کمک کننده باشه برای درک بیشتر این نوع شخصیت به نام شخصیت طوفانی، که به نظرم کاملا این شخصیت رو این اسم به تصویر میکشه. خب اول میخوام که یه توضیحاتی راجع به چگونگی این شخصیت، اینکه چطور چه رفتارهایی داره، ممکنه که با چه مسائلی روبرو بشید باهاش توی رابطه، راجبش صحبت بکنم. و اینکه حالا اگر که نقش همسر شما رو داشته باشه یا نقش پارتنر عاطفی شما رو داشته باشه به چه نحوی خواهد بود، اینکه چه اتفاقی میفته که شما به اون در واقع جذب میشین، به سمت اون جذب میشین، و اینکه در واقع به چه صورت و به چه شکلی این شخصیت شکل میگیره از دوران کودکی، و در نهایت اینکه اگر توی یک رابطه‌ای با چنین فردی قرار گرفتید و نخواستید که رابطه رو ترک بکنید، در واقع چه راهکارهایی میتونه به شما کمک بکنه برای اینکه کمتر آسیب ببینید توی این رابطه. به این موارد میخوام اشاره بکنم. خب اگر که بخوام راجع به شخصیت طوفانی مختصری توضیح بدم خدمتتون، باید بگم که خب این افراد افرادی هستند که معمولاً تصور تنها بودن و رها شدن به شدت اونها رو به هم می‌ریزه، و اینکه به شدت اونها رو مضطرب می‌کنه، به شدت اونها رو می‌ترسونه، و احساس هر رفتاری که در واقع برای اونها بویی از تنهایی یا مورد یک فاصله یا مورد ترک شدن بده، در واقع برای اونها معنای ترک شدگی رو میده. چیزی که توی روابط عاطفی با این افراد دیده میشه یک نوع اشتیاق هست، و علاوه بر این اشتیاق یک نوع بی‌ثباتی و تزلزل رو در روابط عاطفی این افراد ما میتونیم ببینیم. خب رفتارهای آنی توی این آدم ها خیلی دیده میشه، رفتارهای هیجانی خیلی زیاد دیده میشه، خیلی وقتا دیده میشه که این افراد با مسائل زیادی درگیر هستن. حالا رفتارهای پرخطر موقع رانندگی دارن، پرخوری دارن، افراد در روابط جنسی، مصرف مواد مخدر، یک سری ولخرجی های بی هدف و افراطی رو توی این افراد، توی رفتار این آدم ها میبینیم. نکته دیگه که خیلی بارز هست در این افراد، تظاهر و تهدید به خودکشی و خودزنی توی این افراد در واقع دیده میشه، و یک نوع احساس پوچی و بی‌حوصلگی، یک جور رفتارهایی که حالتهای پرخاشگری های انفجاری داره، و همراه با خشونت فیزیکی میتونه باشه، و خیلی از اوقات این خشونت ها، این عصبانیت های پرخاش در واقع انفجاری خیلی بیدلیل اتفاق میفته و ما رو متعجب میکنه توی رابطه عاطفی وقتی چنین رفتارهایی رو از اونها میبینیم. اتفاقی که میفته این هست که توی رابطه عاطفی با این افراد معمولا خب این آدم ها با رفتارشون به شدت میتونن روی پارتنر عاطفیشون تأثیر بگذارن، و این شدت این تأثیر به این علت هست که این آدم ها دائما در حال تخلیه هیجانی هستن. حالا این هیجان ها به صورت خشم و عصبانیت و هیجان های افراطی بیشتر خودش رو نشون میده، و طبیعتا خب اثرات خیلی بدی رو روی پارتنرشون خواهد داشت. معمولا توی ابتدای رابطه خب خیلی شور و هیجان رو شما میبینید، شور و هیجان زیادی رو میبینید، و در انتها هم چیزی که میبینید باز هم به صورت افراطی یک جور خشم و پرخاشگری و بی‌حوصلگی های افراطی رو از این فرد میبینید. در واقع
چیزی که خیلی بارز هست افراط توی رفتارهای این آدم ها توی روابط عاطفیشون هست. دمدمی مزاج بودن این آدم ها رو خیلی به صورت بارز میتونید ببینید، اینکه آدم های غیر قابل پیش بینی هستند، اینکه گاهی وقتا خودشون رو یا شما رو تنبیه میکنن و برای این مسئله خیلی وقتا شروع میکنن به تهدید به خودکشی یا خودزنی و خیلی از اوقات این کار رو برای تنبیه خودشون یا تنبیه شما انجام میدن. میتونم به صورت کلی بگم که این افراد جزء مشکل ترین افراد برای ارتباط عاطفی هستن و اینکه ما اسم این آدم ها رو به عنوان شخصیت طوفانی نام میبریم، علتش این هستش که این آدم ها خیلی با شدت و به صورت ناخوشایندی به زندگی شما حمله میکنن و این شدت و ناخوشایندی به حدی هست که شما خیلی از اوقات در روبرویی با این افراد احساس گیج شدن میکنید. خب گاهی وقتا این آدم ها خیلی جذاب و هیجان انگیز هستن، گاهی اوقات حالا به لحاظ هیجانی از کوره در میرن، خشمگین میشن، به خودشون آسیب میزنن. مشخصات خیلی بارزی که من بخوام حالا بهش اشاره بکنم که خیلی واضحه توی روبروی با این آدم ها این هست که خیلی بی‌ثباتی هیجانی رو در اینها میبینیم، ضعف در روابطشون رو میبینیم، ضعف در اعتماد به نفس رو میبینیم در این آدم ها، ضعف در رفتارهاشون میبینیم و گاهی وقتا به این افراد میگیم شخصیت مرزی. علت این که این اسم رو روی اینها میگذاریم به این علت هست که ما اصولاً دو طیف اختلال رو توی مسائل روانشناختی، توی اختلالات روانشناختی ما داریم. یک سری طیف اختلالاتی هست که خب خیلی وقتا ما تجربهش رو خودمون داریم، مثلا که معمولا اسم اختلالات نوروتیک رو به اصطلاح روش میگذاریم، مثل اضطراب، افسردگی و کلیه اختلالات اضطرابی. و یه طیف دیگه ای داریم که معمولا گروه اختلالات روانپریشی هست که یک جور از همگسیختگی روانی رو ما در این افراد میبینیم و معمولا این آدم ها ارتباطشون با واقعیت قطع میشه. اما دسته اول که اختلالات نوروتیک رو دارن ارتباطشون با واقعیت قطع نیست. معمولا افرادی که دچار اختلال شخصیت مرزی هستن یا اختلال شخصیت طوفانی معمولا افرادی هستند که در مرز این دو نوع اختلال قرار گرفتن. به همین علت یعنی رفتارهایی که انجام میدن در مرز این دو اختلال هست. به همین علت هم هست که اسم اختلالات شخصیت مرزی رو روی این افراد میگذاریم و کاملا ملموس هست وقتی که باهاشون برخورد دارید، وقتی که باهاشون توی رابطه عاطفی قرار میگیرید. خب گفتیم که یکی از مشخصه های این افراد ترس شدیدی هست که این افراد معمولا از تنها موندن، رها شدن، ترد شدن دارن و اگر رفتاری رو ببینن که برای اونها توی ذهن اونها این تصور رو ایجاد بکنه که پارتنرشون قصد داره اونها رو رها بکنه یا ترک بکنه، معمولا خب واکنش هایی نشون میدن. واکنش های اونها این هست که خیلی توجه زیادی رو طلب میکنن، خیلی دوست دارن که واکنش های احساسی متقابل رو از پارتنرشون دریافت بکنن و انتظاراتشون توی روابط عاطفی خیلی بالا میره و دقیقا همین انتظارها باعث میشه که توی چرخه‌ای که اصلا دلشون نمیخواد قرار بگیرن، یعنی در واقع چیزی که ازش خیلی وحشت دارن و طرد شدگی هست براشون اتفاق بیفته و به این وضعیت در واقع دامن میزنن بدون اینکه خودشون متوجه باشن، چرا که با این رفتارها فرد مقابل رو دچار خفگی عاطفی میکنن و ناخودآگاه اون فرد اونها رو طرد میکنه.
خیلی وقتا دیده میشه توی روابط عاطفی، اگر که یه تغییری توی حال مثلا قراری باهاش با این فرد گذاشتید، یه تغییری بخواید بدین، یه تأخیری اتفاق بیفته توی این قرار، تمام این تغییرات رو معنای طرد شدگی بهش میدن و واکنشی که نسبت به اون نشون میدن یک نوع خشم و پرخاشگری هست که در واقع شما باهاش روبرو میشین توی رابطه با این آدم. در واقع اونها به این نحو واکنش نشون میدن برای اینکه از خودشون حفاظت بکنن در برابر احساس وحشت زیادی که از تنها موندن دارن در واقع، و یک جور انگار مکانیزم دفاعی توی این آدم ها به راه میفته برای اینکه بخوان از خودشون، از وحشتی که در درونشون راجع به این مسئله وجود داره، بخوان مراقبت بکنن. توی پرونده عاطفی اینها روابط پرآشوب و خیلی از نظر احساسی شدید دیده میشه معمولا، و خب در ابتدا پارتنرشون رو یک آدم خیلی ایدئال میدونن، آدمی که بهترین آدمیه که پیدا کردن، آدمی که اونها رو درک میکنه، ولی همینطور که رابطه پیش میره کم کم خیلی دچار احساس سرخوردگی و ناکامی میشن، به خاطر اینکه خب ممکنه که بر اساس روال عادی یک رابطه فرد خب زمانهایی رو برای خودش بخواد، زمانهاش محدود باشه، اجازه نده که این فرد خیلی بهش بچسبه، و در نتیجه اونها با خشم و پرخاشگری شروع میکنن به تحقیر پارتنری که زمانی اون رو تحسین میکردن و به نظرشون بهترین پارتنری بوده که در واقع انتخاب کردن. خب یکی دیگه از مواردی که خیلی ممکنه که ببینید توی رابطه با شخصیت طوفانی این هست که توی رابطه خیلی سریع پیش میرن و معمولا هم خیلی زیاد مواردی رو که خیلی خصوصی هست رو خیلی زود با پارتنرشون در میون میذارن، طوری که ممکنه که شما به عنوان پارتنر احساس معذب بودن بهتون دست بده در اون در واقع مقاطع اولیه رابطه، حس بکنید که خب این مقدار اطلاعات دادن و به این نحو حد و مرزها رو برداشتن خیلی زود داره اتفاق میفته. تصویری که این افراد از خودشون دارن در واقع تصویری هست که خب خیلی ضعیفه، از خودشون، از توانمندی هاشون تصویر خیلی ضعیفی رو دارن، و در واقع این آدم ها احساسی رو که در مورد خودشون دارن احساس باثباتی نیست، خیلی متزلزلن، احساسشون راجع به خودشون احساس متزلزلی هست، و بهترین حس رو در مورد خودشون وقتی دارن که درگیر یک رابطه عاطفی شده باشن و در واقع یک رابطه عاطفی که احساس بکنن رابطه عاطفی خیلی عمیقی هم هست. اما خب از اونجایی که روابطشون بی‌ثبات هست خیلی زود این احساس‌های خوب تبدیل میشه به احساس بی‌هویتی و یک جور احساس بیزاری از خودشون، و در نهایت منجر میشه به اینکه تصویر خوبی راجع به خودشون نداشته باشه. معمولا این آدم ها خیلی تصمیمات لحظه‌ای و بدون فکر میگیرن و در واقع این سبک تصمیم گیری باعث میشه که وارد یه سری عادتهایی بشن، یه سری عادتهایی درشون شکل بگیره، همینطور که خدمتون عرض کردم عادتهایی مثل خرید کردنهای افراطی، ولخرجیهای افراطی، روابط جنسی زیاد یا موارد دیگه، مصرف مواد مخدر یا حالا قمار کردن، حالا مثلا پرخوری یا حتی الگوهای رانندگی های پرخطر رو درشون به این صورت میبینید. اگر که خب پارتنر شما باشن ممکنه که شما بتونید روی بخش هایی از بدن اونها، دست اونها، به خصوص قسمت های مچ دستشون، قسمت های بازوشون، بخش هایی رو به صورت بریدگی ها و یا سوختگی هایی ببینید که در واقع میتونه نشانی از خودزنی ها یا
تجارب اقدام به خودکشی هایی باشه که این افراد قبلا داشتن. معمولا این رفتارها وقتی از اونها سر میزنه که احساس در واقع پوچی، احساس بیارزشی رو تجربه کردن و خیلی از اوقات وقتی که کاملا احساس بیحسی رو تجربه میکنن و با دنیای واقعی ارتباطشون قطع میشه، برای اینکه بتونن خودشون رو حس بکنن به خودشون آسیب میزنن، برای اینکه در واقع مطمئن بشن که وجود دارن، زنده هستن. خیلی از این افراد رو وقتی که باهاشون صحبت میکنی و دلیل این رو ازشون میپرسی که به چه علتی این کار رو میکنن، این رو بیان میکنن که تحمل درد جسمانی خیلی راحت تر از تحمل درد روحی برای اونها هست و در واقع به همین علت این کار رو میکنن. در واقع یکی از چیزهایی که خیلی وقتا توی این افراد شایع هستش، تغییر سریع حالات روحی اونها هست. احساسات منفی رو اینها تجربه میکنن، افسردگی، خشم، اضطراب، و این طیف خلقی اینها حتی شامل احساس آرامش و یک جور احساسات مثبت اولیه هم میشه. اما خب بیشترین زمانها اونها بیشتر توی این طیف منفی هستن و دوره‌های آرامش اونها معمولا خیلی کوتاه هستش. به طور کلی میتونم این رو خدمتون عرض بکنم که حالت‌های روحی این افراد خیلی ارتباط داره به رابطه‌ای که درش قرار گرفتن و اینکه چقدر توی اون رابطه احساس امنیت دارن، چقدر احساس مورد توجه بودن دارن و اینکه چقدر این حس رو دارن که ممکنه طرد بشن یا ترک بشن. همه اینها میتونه روی وضعیت خلقی اونها تأثیر بذاره که معمولا هم چیزی که خیلی در اونها رایج هست اون حالت احساسهای بد افسردگی و خشمی هست که تجربه میکنن و کمتر ما اونها رو توی فاز آرامش و احساسات مثبت میبینیم. توی زندگی روزمرهشون معمولا افسردگی و ناامیدی احساس هر روزه اونهاست و به ندرت یک احساس سرخوشی رو میتونم بگم که ما در این افراد در واقع میبینیم که تجربه میکنن. خب حالا شخصیت مرزی چطور شکل میگیره؟ شخصیت مرزی و طوفانی در واقع به چه نحوی ایجاد میشه توی افراد؟ خب اون چیزی که ما میبینیم این هست که توی دوره بزرگسالی معمولا اون احساس انسجام و یک پارچگی هویتی رو که ما در واقع انتظار داریم توی فرد بالغی ببینیم در این افراد نمیبینیم. برای همین این آدم ها احساس امنیت و آسایش رو توی زندگی عادیشون تجربه نمی کنن. معمولا تجربه های بد دوران کودکی دارن، تجربه های مثل اینکه مورد بیمهری شدیدی واقع شدن، توی یه خانواده خیلی آشفتهی قرار داشتن که خشونت خیلی زیاد توی اون خانواده وجود داشته، سوء استفاده های احساسی، سوء استفاده های جسمی، سوء استفاده های جنسی ممکنه که باهاش مواجه شده باشن. خیلی وقتا ممکنه توی روابط عاطفی توی دوران کودکی قرار گرفته باشن که نادیده گرفته شده باشن. اما خب واقعیت اینه که همه افرادی که درشون ما شخصیت مرزی یا طوفانی رو مشاهده میکنیم افرادی نیستن که به صورت خیلی واضحی مورد سوء استفاده جسمی یا جنسی قرار گرفته باشن، اما معمولا این آدم ها آدم هایی هستن که به صورت ظریفی از لحاظ روانشناختی آسیب دیدن و در واقع این آسیب ها حالت پایداری رو، وضعیت پایداری رو برای اونها ایجاد کرده، یعنی یک جور تأثیرات پایداری رو برای اونها در واقع توی شخصیت اونها ایجاد کرده و
در واقع شده جزئی از شخصیت این افراد. اتفاقی که میفته معمولا این افراد پیامی رو که دریافت میکنن از اطرافشون توی دوران کودکی، پیام هایی هست که معمولا محتواش این هست که معمولا تو آدم بیمصرفی هستی، تو آدم بدی هستی، تو مسئول همه اون آشوب هایی هستی که داره توی این خانواده ایجاد میشه، یا تو اصلا انقدر ارزشمند نیستی که ما بخوایم به تو انقدر توجه بکنیم. محتوای رفتاری و ارتباطی که با این افراد توی دوران کودکی برقرار میشه در واقع چنین چیزی هست، چنین پیام هایی رو براشون داره. یکی از چیزهایی که یکی از مواردی که یکی از در واقع اینطور بگم یکی از روش هایی که این افراد توی دوران کودکی برای سازگاری با شرایطی که درش قرار گرفتن و دارن بزرگ میشن به کار میبرن این هست که خیلی از اوقات قهر رو کنارگیری میکنن. خب این روش توی دوران کودکی خیلی به اونها کمک میکنه برای اینکه با شرایطشون سازگار بشن، اما مصیبت وقتی هست که اونها وارد دوران بزرگسالی میشن و دیگه این روش روش کارسازی براشون نیست و در واقع باعث میشه که روابط عاطفیشون رو دچار مشکل و بی‌ثباتی بکنه. و همینطور که خدمتون عرض کردم توی دوران بزرگسالی ما چیزی که میتونیم ببینیم توی شخصیت این افراد حالت عدم انسجام و عدم یک پارچگی هست که اونها رو با داشتن برای داشتن یک زندگی نرمال به چالش میکشونه و براشون امکان ناپذیر میکنه که بتونن یک زندگی نرمالی رو تجربه بکنن. بنابراین با توجه به این مواردی که خدمتون عرض کردم، اگر که شخصیت طوفانی یا مرزی به عنوان پارتنر عاطفی شما محسوب بشه و قرار بگیره، شما خیلی از اوقات احساس سردرگمی، احساس گیجی توی رابطه رو تجربه خواهید کرد و اضطراب‌های زیادی رو با این فرد تجربه می‌کنید. چیزی که خیلی باهاش روبرو میشید اینه که دائم میبینید که این آدم یک ترس بیمارگونه ای داره از اینکه مبادا طرد بشه، با وجود اینکه شما هیچ وقت نمیخواد که این آدم رو طرد بکنین، تصور این آدم راجع به رابطه عاطفی به طور کلی همین مسئله هست که قرار طرد بشه. چیزی که خیلی میبینید بارز هست این که اون نمیتونه اعتماد بکنه، قرار روزی ترک بشه، دائما این مسئله هست توی رابطه. و با وجود این که در ابتدای رابطه خب میبینید که این فرد شما رو تحسین میکنه، دائم میگه شما همون کسی هستید که دنبالش بوده و در واقع چیزی که هست این فرد در ابتدا خیلی زیاد به شما وابسته میشه و این وابستگی به نحوی هست که میخواد که تمام وقتش رو با شما بگذرونه، دائما به نوعی رفتار میکنه که خیلی محتاج توجه شماست، محتاج مراقبت شماست و این وابستگی که نسبت به شما نشون میده خیلی از اوقات احساس بدی رو به شما انتقال میده، احساس آزاردهنده و احساس خفگی رو به شما انتقال میده و چیزی که مشاهده میکنید این هست که خب داره خیلی زود به شما نزدیک میشه و داره مواردی رو برای شما توی رابطه عاطفی بیان میکنه که خیلی زود داره اتفاق میفته، مرزها رو خیلی زود برمیداره. اما خب خیلی هم زود شما از چشم اون خواهید افتاد به خاطر اینکه در واقع تصور اون از شما این خواهد بود که شما اون کفایت لازم رو برای اینکه پارتنر عاطفی خوبی برای اون باشید ندارید، اون توجه لازم رو ندارید، رسیدگی لازم رو ندارید، اون نزدیک بودن دائمی مدام رو نخواهید داشت، چون شما به صورت نرمال نمیتونید خواسته های اون رو برآورده بکنید.
بین لک خواسته های اون خیلی زیاد هست، خیلی بدون مرز هست، چون اون احساس ناامنی درونی رو در مورد احساس رها شدن و ترک شدگی دائما تجربه میکنه. دائما نوسانات خلقی اون رو شما مشاهده میکنید و خشم و پرخاشگری اون دائما توی رابطه وجود داره. میخواد که تمام وقت باشید برای اون، میخواد که انرژی زیادی رو براش بگذارید و به مجردی که شما میخواید به عنوان یک فرد عادی و نرمال زمانهایی رو برای خودتون داشته باشید و مرزهایی رو بگذارید، واکنشهای پرخاشگرانه اون رو در واقع باهاش مواجه خواهید شد. توی این واکنش های پرخاشگرانه ممکنه که کارهای خطرناکی رو از اون ببینید، ممکنه که انفجارهای کلامی، انفجارهای رفتاری، پرخاشگری های رفتاری کلامی در واقع از اون ببینید و حتی تظاهر به خودکشی ببینید، تظاهر به خودزنی ببینید، تعقیب های پنهانی ببینید که شما رو دائم تعقیب میکنه و حتی ممکنه که به دنبال این رفتارهای پرخاشگرانه، مثلا وقتی که به دنبال یک جریان بحرانی که حالا با شما دعوا شده و تصورش این بوده که شما میخواید که اونو رها بکنید، میخواید ترک بکنید، به صورت خیلی خیلی مقطعی وارد رابطه با یک فرد دیگه ای بشه و شما شاهد چنین چیزهایی هم ممکنه که از این آدم باشید. اون چه که شما تجربه میکنین به عنوان پارتنر عاطفی با این آدم یه ارتباط متزلزله که نمیتونید خیلی روش حساب بکنید و دائما تزلزل پایه های این رابطه عاطفی رو حس خواهید کرد. دائما پرخاشگری ها، طعنه های رفتاری و کلامی اون رو حس خواهید کرد و احساس شکست و سرخوردگی و احساس اینکه هیچ وقت نمیدونید که ممکنه که با چه موقعیتی راجع به این آدم مواجه بشید، هیچ وقت نمیتونید این آدم رو پیش بینی بکنید رو با این آدم تجربه خواهید کرد. چیزی که ما خب توی یک رابطه سالم انتظار داریم دیدن یک آدم مستقل، باثبات و فردی هست که احساس خوبی راجع به خودش داره و تصویر مثبتی رو از خودش داره، اما خب ما با این فرد چنین چیزی رو نمیبینیم، اون هویت و یک پارچگی رو نمیبینیم و در نتیجه اصلا عجیب نیست که این افراد توی روابط عاطفی خودشون افراد موفقی نیستن. نکته دیگه‌ای که برای توضیح این شخصیت میتونم خدمتون عرض بکنم این هست که حد و مرز برای این افراد معنایی نداره و به مجرد که شما بخواید حد و مرز رو ایجاد بکنید، واکنش‌های منفی این فرد رو خواهید دید که باز هم ناشی از همون احساس تنهایی و ترک شدن و رها شدن هست. اصولا این رابطه از همون ابتدا محکوم به شکست هست و میبینید که هر موقع که شما احساس میکنید که رابطه در حال بهتر شدن هست، این فرد خودش رفتاری رو میکنه و رابطه رو خراب میکنه. اما اینکه چرا به این افراد شما جذب میشید، چرا به این آدم ها علاقه مند میشید، فردی که ثبات خلقی نداره، فردی که دائما احساس ترس و اضطراب از رها شدن و ترک شدن داره، تمام رفتارهای شما رو معنای ترک شدن بهش میده و کسی که حرمت نفس پایینی داره، شخصی که در واقع رفتارها و خشمهای انفجاری از خودش نشون میده، خیلی قهر و آشوب رو توی رفتارهاش تجربه میکنه، فردی که گاهی اقدام و تهدید به خودکشی و خودزنی داره و در واقع خیلی وقتا از این روش به عنوان تنبیه شما یا خودش استفاده میکنه، فردی که احساس پوچی و بیارزشی داره، احساس بی‌حوصلگی داره در واقع توی روابطش، فردی که ضربه های روحی و جسمی زیادی رو ممکنه به شما وارد بکنه.
خب چرا به این فرد، چرا با فردی با این تصویر شما علاقه مند میشید؟ واقعیت این هست که این فرد در ابتدا ممکنه برای شما خیلی جذاب باشه. این هیجانات شدیدی که توی رابطه نشون میده ممکنه برای شما جذاب به نظر برسه. اینکه کمی در رابطه بی‌پروا هست ممکنه برای شما جذاب به نظر برسه. اینکه این فرد درگیر یک نوع مطلق انگاری هست، مطلق انگاری خوب و بد، این باعث میشه که در ابتدا خب شما رو خیلی تحسین بکنه، شما رو مطلق خوب خوب بدونه و این میتونه خیلی وقتا برای شما جذاب بشه و شما رو به رابطه بکشونه. افت و خیزهای زیادی که توی رابطه دیده میشه ممکنه برای بعضی از افراد جذاب باشه و رابطه رو از حالت یک نواختی خارج بکنه و خیلی از اوقات ممکنه باعث بشه آدم ها به خاطر همین مسئله جذب رابطه بشن. بعضی از رفتارهای متغیرش میتونه که اون آدم رو خوشایند و دوست داشتنی بکنه، به خصوص اگر که شما فردی باشید که در خانواده‌ای بزرگ شده باشید که به صورت ناخودآگاه یاد گرفتید که سازگار بشید با رفتارهای غیر نرمال. والدی داشتید که رفتارهای بیمارگونه داشته و شما ناخودآگاه سازگار شدید که با این رفتارها خودتون رو در واقع با این رفتارها سازگار بشید و اوضاع رو مدیریت بکنید. در واقع میتونه برای شما یک حالتی رو ایجاد بکنه که حس بکنید توی رابطه قرار گرفتید که خیلی آشناست، یا توی رابطه قرار گرفتید که میخواید اون رو درست بکنید، فیکس بکنید در واقع. یعنی اینکه بخواید ناجی این فرد بشید یا کمکش بکنید، درمانش بکنید، انگار که به صورت ناخودآگاه کاری رو که دوست داشتید توی دوران کودکی خودتون در مورد والدی که رفتارهای بیمارگونه داشت انجام بدید، حالا توی یه فرایندی قرار گرفتید که میتونید راجع به این فرد به پایان برسونیدش. ممکنه این مسئله دلیل جذب شما به این رابطه باشه و حتی ممکنه که حالتهای پرخاشگرانه این فرد یا اینکه این آدم قهر میکنه، گوشه‌گیری داره، ممکنه که حتی این باعث بشه که برای شما این آدم جذابی بشه. اینکه معتاد هستید به اینکه نقش ناجی رو توی رابطه داشته باشید باز هم میتونه باعث بشه که این آدم برای شما جذاب بشه. مسئله دیگه که لازم هست بهش توجه بکنید این هست که ممکنه در ابتدا این آدم خب تابلوی خیلی خوبی رو از خودش نشون بده و هیچ کدوم از اون رفتارهای طوفانی رو از خودش نشون نده و شما رو نگران نکنه و شما در واقع وقتی متوجه چنین شخصیتی بشید که خیلی به صورت عمیقی وابسته شدید و توی این رابطه قرار گرفتید و در واقع غرق شدید توی این رابطه. خب تمام این موارد میتونه علت این مسئله باشه که شما به سمت این آدم جذب میشید. خب نکته ای که وجود داره، نکته دیگه ای که وجود داره راجع به فردی که اختلال شخصیت مرزی یا طوفانی داره این هست که این افراد خب روحیات و خلق افسرده دارن و خیلی مستعد اقدام به خودکشی هستن و بیشتر در معرض در واقع افسردگی حاد هستن و مواردی که دیده میشه خیلی از اوقات نیازمند دارو درمانی هم خواهند بود این آدم ها. یکی از مواردی که خیلی وقتا سوال میشه در مورد افرادی که اختلال شخصیت مرزی یا طوفانی دارند، خانواده هاشون سوال میکنن که ما با این افراد چطور روبرو بشیم، اینها خیلی ممکنه که تهدید به خودکشی بکنن. مسئله که وجود داره این هست که ممکنه که این افراد خیلی از اوقات
تهدید به اقدام به خودکشی بکنم، حالا یا برای فریب دادن یا برای جلب توجه و یا حتی برای تنبیه دیگران، حالا به خصوص پارتنر عاطفیشون ممکنه که این کار رو بکنن. نکته‌ای که وجود داره این هست که حتی اگر در حد فریب دادن و حتی اگر در حد گرفتن توجه بخوان که این کار رو انجام بدن، ما هیچ وقت نباید این مسئله رو نادیده بگیریم، ازش از کنارش بی تفاوت رد بشیم و همیشه باید قضیه خودکشی و اقدام به خودکشی رو جدی بگیریم و هیچ وقت نباید بگیم که اصلا این اتفاق نمیفته یا اصلا این فرد قصد خودکشی نخواهد داشت فقط و داره فقط بازی میکنه. این مسئله همیشه ما باید جدی بگیریم که ممکنه این آدم واقعا دست به خودکشی بزنه و اقدامات لازم رو راجبش انجام بدیم. حالا من توضیح خواهم داد خدمتون که به چه نحو عمل بکنیم. زندگی با این آدم ها خب خیلی سخت خواهد بود، دوام رابطه خیلی دوام زیادی نخواهد داشت رابطه و بنابراین شاید بد نباشه که یه روش هایی رو راجبش صحبت بکنیم، توضیح بدم خدمتون که یه مقدار زندگی با این آدم ها رو برای ما آسون تر بکنه اگر که ما مجبور هستیم که توی این رابطه بمونیم یا حس میکنیم که شرایطی وجود داره برامون که امکان خارج شدن از این رابطه نیست، شاید این راهکارها بتونه کمک کننده باشه. یکی از مواردی که خیلی باید بهش توجه بکنید این هست که از یه روانشناسی که فکر میکنید حرفه‌ای هست و کار با اختلال شخصیت مرزی رو بلد هست، در واقع کمک حرفه‌ای دریافت بکنید. هرچند که روان درمانی این افراد معمولا خیلی طولانی مدت هست و معمولا هم پاسخدهی این افراد خیلی ضعیف هست به روان درمانی، اما ارتباط این افراد با یک روانشناس ضروری هست و این رو بدونید که هرچند که ممکنه که شما یک پارتنر عاطفی خیلی قوی باشید، خیلی عشق زیادی به این فرد داشته باشید، خیلی صبور باشید، اما به هیچ عنوان عشق و بردباری شما کافی نیست برای اینکه بتونه اوضاع رو در واقع به بهترین نحو مدیریت بکنه و قطعا شما نیاز دارید که یک روانشناس هم حضور داشته باشه و ازش کمک بگیرید و رابطه درمانی داشته باشه با فردی که دچار اختلال شخصیت مرزی یا طوفانی هست. نکته‌ای که وجود داره این هست که توی درمان این افراد خب خیلی بهتر هست که یک درمانگر ثابتی وجود داشته باشه و درمانگر تغییر نکنه، به این علت که این افراد اون ثبات رو ما درشون نمی‌بینیم و بهتر هست که ما یک وضعیت با ثباتی رو براشون ایجاد بکنیم توی حداقل جلسات درمانیشون. و نکته دیگه این که خیلی از اوقات همینطور که عرض کردم خدمتتون، این روان درمانی به همراه دارو درمانی باید انجام بشه و این نکته باید حتما مد نظر قرار داده بشه. مسئله دیگه ای که میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه بتونیم با این افراد در واقع سیر بکنیم، در واقع کنار بیایم، این هست که هیچ وقت نباید فکر بکنیم که این رفتارهای طوفانی اونها از بین میره. این رفتارهای طوفانی ادامه خواهد داشت و این خشم ها و پرخاشگری های طوفانی ادامه خواهد داشت و این احساس طرد شدن و تنها موندن و نگرانی راجع به این مسئله که فرد به خاطرش واکنش های خودزنی و تهدید به خودکشی و اینها رو نشون میده ادامه خواهد داشت و ما باید نسبت به این مسئله واقف باشیم اگه میخوایم که رابطه رو ادامه بدیم با این آدم. و این آدم هم دائما رفتارهایی خواهد داشت که رابطه عاطفی رو به سمت ویرانی میبره. این فرد فردی هست که نمیتونید اعتماد کنید به روندی که باهاش دارید طی میکنید، خیلی دمدمی هست و باید این رو بدونید که سر کردن با این آدم بسیار سخت خواهد بود و بهتر هست راجع به این مسائل کاملا آگاه باشید اگر میخواید که رابطه رو با این فرد ادامه بدید.
نکته دیگه که وجود داره این هست که باید بدونید برای اینکه با این فرد در واقع در ارتباط هستید، این رو این مسئله رو باید بهش واقف باشید که لازم هست بتونید نقش یک والد رو ایفا بکنید. یعنی خیلی وقتا توی رابطه عاطفی با این فرد که قرار میگیرید متوجه میشید که لازمه که نقش والد رو ایفا کنید، که بسیار هم کار سختی هست و ما اصلا انتظار نداریم که توی یک رابطه عاطفی یک فردی چنین نقش رو ایفا بکنه، ولی باید آگاه باشید که این فرد چنین انتظاری رو داره از شما و آگاهی به این مسئله به شما کمک میکنه که حداقل عصبانیت های کمتری رو در واقع تجربه بکنید، در روبرویی با رفتارهای این فرد کمتر حالت تدافعی به خودتون بگیرید، بیشتر بتونید اوضاع رو مدیریت بکنید و با تدبیر کافی بتونید با این آدم رفتار بکنید. به این علت که هرچه شما تدبیر بهتری رو داشته باشید، خب رفتارهایی رو توی این فرد ممکنه که بتونید ببینید که نشون دهنده یک بهبودی نسبی خواهد بود توی رفتارهاش. نکته‌ای که وجود داره خب این هست که این فرد یک الگویی رو توی رابطه با والدینش با خودش حمل میکنه. خب الگویی هست که اون احساس تنها موندن و رها شدگی و در واقع طرد شدگی رو با والدینش تجربه کرده و این احساس رو توی رابطه‌های بعدی عاطفی خودش هم وارد میکنه و خیلی از اوقات خب این احساس‌ها، این احساس بی‌ارزشی، احساس اینکه حتما طرد خواهد شد، احساس اینکه دوست داشتنی نیست، حاصل یک والدگری ضعیف هست و یه احساس بدگمانی و عدم اعتماد رو نسبت به دنیای بیرونیش این فرد شکل داده، اینکه مورد بی‌توجهی واقع شده، طرد شده و این تصورات رو راجب شما هم خواهد داشت و دقیقاً همین رفتارها رو با شما، یعنی همین الگوها با شما در ارتباط قرار خواهد گرفت. بنابراین لازم هست وقتی که با رفتارهای بچگانه اون روبرو میشید راجع به اینها آگاهی داشته باشید و ببینید که هرچه بیشتر بتونید با این فرد مدبرانه و با تدبیر برخورد داشته باشید تا خودتون هم کمتر توی این رابطه فرسوده بشید. نکته دیگه‌ای که خدمتتون عرض کردم راجع به این که توضیح میدم چطور راجع به اقدام‌های اون یا تهدیدهای اون در مورد خودکشی واکنش نشون بدید این هست که توجه داشته باشید به رفتارهای تخریبگرانه اون دامن نزنید با رفتارهای خودتون. خیلی از اوقات ممکنه که بدون اینکه آگاه باشید نسبت به این مسئله به رفتارهای تخریبگرایانه این آدم دامن بزنید. بنابراین توجه داشته باشید که اگر با مواردی مواجه شدی که اون حالا خواست که شما رو حالا یا بخواد که تنبیه بکنه یا بخواد که فریب بده یا توجه جلب بکنه، تهدید کرد به خودکشی، تهدید کرد به خودزنی، هیچ وقت مانع اون نشید برای این کار. هرچند که متوجه باشید که چون شما اون توجهی رو که اون میخواد رو بهش ندادید و اون داره این کار رو میکنه، باز هم هیچ وقت مانع این فرد نشید. هیچ وقت در مقابل این تهدیدهای اون حالت ترس به خودتون نگیرید یا اینکه نشون بدید که این فرد میتونه با این روش شما رو کنترل بکنه، میتونه با این روش با شما بازی بکنه، میتونه خیلی از اوقات مشکلاتی رو ایجاد بکنه. دقت داشته باشید که اگر چنین علائمی رو در این فرد دارید میبینید، هیچ وقت با خشونت، با طرد کردن
باهاش برخورد نکنید، چون اگر این کار رو بکنید در واقع دارید اون ذهنیتی رو که در فرد وجود داره در مورد اینکه شما قرار اون رو ترک بکنید، شما قرار اون رو رها بکنید، در واقع دارید سهه میذارید روی ذهنیت نادرست این فرد. بنابراین دقت داشته باشید به این مسئله و دقت بکنید که هیچ وقت تحریک‌آمیز رفتار نکنید که باعث بشه که اون بیشتر تحریک بشه به اینکه دست به خودکشی بزنه یا دست به در واقع خودزنی بزنه در واقع. و نکته دیگه که وجود داره، خب کاملا واضحه، اگر که بخواید رابطتون رو با این آدم ادامه بدید، انگار نیاز هست که خیلی صبور باشید. خیلی وقتا اعصاب فولادین میخواد که با این آدم ها بتونید در واقع زندگی رو بگذرونید و به هیچ عنوان هم تهدید به اقدام به خودکشی رو نادیده نگیرید. اما دقت داشته باشید که برای این مسئله حتما یک برنامه از پیش تعیین شده وجود داشته باشه، یعنی قراری رو بین خودتون و این فرد بگذارید که شما اگر که با یه چنین شرایطی از طرف اون مواجه شدی که میخواد ببینید که به خودش داره آسیب میزنه، قطعا به پلیس اطلاع خواهید داد، به روانشناسش، روان درمانگرش اطلاع خواهید داد، به متخصص پزشکی که باهاش در ارتباط هست اطلاع خواهید داد، حالا دوستانش رو، اعضای خانواده‌اش رو مطلع خواهید کرد و به نحوی این قرار رو بگذارید که خیلی آروم، خیلی مشخص باشه که این کارهایی هست که شما انجام میدید، به نحوی این قرار بذارید که اون نتونه در واقع با شما بازی بکنه و کاملا مشخص باشه. پیامی که در واقع شما در روبرویی با اقدامات پرخاشگرایانه اون بهش نشون میدید، پیامی که انتقال میدید در مقابل حالا اینکه میخواد به خودش آسیب بزنه یا حالا خودزنی یا خودکشی، این هست که در واقع به نوعی دارید به اون میگید که من تو رو دوست دارم و فکر نکن که وقتی پرخاشگری میکنی، وقتی پرخاشگر میشی، من به تو توجه بیشتری دارم. فکر نکن که من کارم رو کنار میگذارم و میام و از تو مراقبت میکنم. یا این پیام رو هم حتما مد نظر داشته باشین که توی رفتارتون، توی کلامتون وجود داشته باشه که مطمئن باشه که شما ازش مراقبت میکنین، در واقع مطمئن باشه که شما این مراقبت رو به نحوی انجام میدید که کمک های لازم رو این فرد بتونه دریافت بکنه. نکته دیگه ای که خیلی مهم هست توی رفتار با این آدم ها این هست که کمک کنید که اون تفکر در واقع سیاه و سفیدی که این افراد خیلی به لحاظ ذهنی باهاش درگیر هستن بهبود پیدا بکنه. خیلی از اوقات توی جملاتی که این افراد به کار میبرن این تفکر سیاه و سفید رو میبینیم. حتی توی ابتدای رابطه وقتی میبینیم که خیلی به صورت مطلق ما رو تحسین میکنن ولی در انتها ما از چشم اونها افتادیم، این تفکر سیاه و سفیدی ملاحظه میشه. تو جملاتشون مثلا وقتی که این جمله رو به کار میبرن که به جای اینکه بگن که من احساس میکنم که تو از دست من ناراحت هستی، این جمله رو زیاد ازشون میشنویم که فکر میکنم که تو از من متنفری. یا مثلا وقتی که مواجه میشن با این شرایط که شما در مقابل تهدید به خودکشی اون با پلیس تماس گرفتین تا بهش کمک بکنین، به جای اینکه به شما بگن که وقتی که تو این کار رو کردی، وقتی که به پلیس زنگ زدی، من خیلی از دستتون ناراحت شدم، ممکنه به شما بگن که تو هم مثل آدم های دیگه هستی و معلوم هستش که میخوای که من رو رها بکنی و ترک بکنی و بری.
به خاطر همین هم به پلیس زنگ زد. یعنی یه حالت انفجاری و یک حالت تفریط و افراط رو توی کلامشون، یک حالت سفیدی و سیاهی رو ما توی کلامشون کاملا میبینیم. در واقع یک نقطه تعادلی توی رابطه و توی کلامشون وجود نداره. خیلی مهم هست که ما اینها رو تصحیح بکنیم، یعنی بهشون کمک بکنیم که از این ذهنیت ها خارج بشن. مثلا وقتی که این جملات رو به کار میبرن، یا وقتی که مثلا یه همچین اتفاقی افتاده، بهشون بگیم که وقتی که تو مرتکب خودکشی شدی یا خودتو زدی، من خیلی ناراحت شدم، ولی از تو متنفر نیستم. در واقع این رو در واقع بهش کمک میکنیم که از این ذهنیت خارج بشه. نکته دیگه که وجود داره این هستش که سعی کنیم توی ارتباط با این آدم ها قدرت های درونی این آدم ها رو تقویت بکنیم. خب نوع الگویی که این افراد توی دوران کودکی تجربه کردن یک نوع الگوی طرد شدگی هست، یک جور الگوی نخواستنی بودن رو تجربه کردن راجع به خودشون. بنابراین خیلی احساس پوچی و بی‌ارزشی راجع به خودشون دارن، تصویر خوبی ندارن، همینطور که خدمتون عرض کردم راجع به خودشون. خیلی نقش ما به عنوان فرد مهم زندگی این افراد میتونه این باشه که بهشون کمک بکنیم این تصویر رو تصحیح بکنن. خیلی وقتا موارد مثبت و خوبی رو که در اون آدم ها میبینیم، در این آدم ها میبینیم، گوشزد کنیم، بهشون اشاره بکنیم، بهشون بگیم. مثلا اگر که میبینیم که آدم های باهوشی هستن، میبینیم که استعداد خاصی دارن، مثلا آدم های شوخ‌طبعی هستن، مثلا آدم های مهربونی هستن، خلاقیتی دارن، حتما به این موارد اشاره بکنیم و اون احساس خوب رو درشون ایجاد بکنیم، احساس اعتماد رو درشون ایجاد بکنیم تا بتونیم اون دنیای ذهنی اونها رو تصحیح بکنیم. اما خب همینطور که حالا به صورت کلی تصویری که راجع به این رابطه خدمتون در واقع ارائه کردم نشون میده که این رابطه رابطه منسجمی نیست، رابطه پایداری نیست، خیلی نمیتونیم روش حساب بکنیم، خیلی پر آشوب هست، اصلا تعجبی نداره که ما از این رابطه خسته بشیم، نتونیم تحمل بکنیم و بالاخره یه روزی برای این که بخوایم سلامت خودمون رو حفظ بکنیم، بخوایم که از این رابطه خارج بشیم و بگیم دیگه کافیه و نمیتونیم که این شرایط رو تحمل بکنیم. باید دقت داشته باشیم که زمانی که دیگه تصمیم بگیریم که از این رابطه خارج بشیم، ممکنه که اون پرخاشگری ها و اون تهدید ها به خودزنی و خودکشی رو حتما باش مواجه بشیم و کاملا باید صریح باشیم با این افراد، به هیچ عنوان وعده ندیم به این آدم ها، بهشون بگیم که براشون ارزش قائل هستیم، مراقبشون هستیم، ولی رابطه عاطفیمون کاملا تموم شده و خودمون رو آماده کنیم برای واکنش های پرخاشگرانهی که ممکن این فرد از روی خشم و افسردگی نشون بده. حتما با پلیس در میون بذاریم، حتما با روان درمانگرش در میون بذاریم، با پزشکش در میون بذاریم و همه چیز رو در واقع بسپریم به تیم متخصص که کمک کنه به این فرد و خودمون رو درگیر بیشتر درگیر این آدم نکنیم. سعی کنیم که با این فرد حتما حد و مرز رو بگذاریم برای وقتی که رابطه رو تموم خواستیم بکنیم، حد و مرزهای رو بگذاریم برای اینکه بخواد با ما تماس بگیره، اجازه نداشته باشه یا حتی ما رو تعقیب بکنه یا حتی به ما سر بزنه گاهی اوقات. حتما این حد و مرزهایی رو براش قرار بدیم و حتی الامکان از این پیش اومدن این موارد جلوگیری بکنیم، به خاطر اینکه بر اساس نوع شخصیتی که این فرد داره، صفاتی که داره، احتمال اینکه این موارد همچنان ادامه داشته باشه و ما رو بیشتر فرسوده بکنه توی رابطه بیشتر خواهد بود و اینکه جلوگیری بکنه از اینکه ما رابطه رو به موقع بتونیم تموم بکنیم.
من امیدوارم که توضیحاتی که خدمتون عرض کردم کمک کننده باشه برای شناخت هرچه مختصر چنین شخصیت هایی، حالا اگر که حضور دارین توی رابطه با این افراد، اگر که نگران هستید در مورد اینکه میخواید رابطه جدیدی رو شروع بکنید و ممکنه که چه چیزهایی، چه خصوصیاتی در فرد مقابلتون خطرناک باشه برای یک رابطه، بد نیست به این موارد توجه بکنید. اما باز هم تاکید میکنم به هیچ عنوان شنیدن این برنامه، شنیدن این صحبت ها به ما کمک نخواهد کرد که تبدیل به یک متخصص بشیم و بیایم و تشخیص بدیم و لیبل بزنیم به آدم ها که این فرد شخصیت طوفانی داره، این شخص شخصیت مرزی داره، بلکه فقط به عنوان این صحبت ها فقط به عنوان یک آگاهی کلی هست و قطعا برای اینکه ما مطمئن بشیم فردی چنین شخصیتی هست قطعا باید از متخصص کمک بگیریم، به خصوص که اگر اون فرد پارتنر عاطفی ماست یا ما توی رابطه باهاش هستیم یا میخوایم شروع کنیم رابطه. بنابراین حتما به این نکته توجه داشته باشید. به هر حال سپاسگزارم از همراهی شما با این برنامه و امیدوارم که بتونم که هفته آینده در خدمتون باشم با موضوع دیگه‌ای. من سعی میکنم که اون شخصیت هایی که خیلی مطرح هست و معمولا اپیدمیک هست و تعداد بیشتری از جامعه انسانی رو تشکیل میده و خیلی در واقع معمول هست بین افراد راجبش صحبت بکنم، و تا حالا راجب شخصیت خودشیفته صحبت کردم، راجب شخصیت مرزی و طوفانی صحبت کردم، راجب شخصیت وابسته هم صحبت کردم، اما شاید حالا نمیدونم اون برنامه‌ای که راجب شخصیت وابسته داشتیم خیلی به تفکیک مثل صحبت‌هایی که راجب شخصیت مرزی و خودشیفته بود خیلی به تفکیک راجب اینکه حالا اگر ما همسری یا پارتنر عاطفی به این نحو داشته باشیم به چه صورت خواهد بود صحبت نکردم، شاید برنامه‌ای رو اختصاص دادم به این مورد. همگی شما رو به خدای بزرگ میسپرم و روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار همگی شما تا هفته آینده که برنامه دیگه رو در خدمتون خواهم بود. خدا نگهدار.